کالای شما. تلفن دفتر بازرگانی 818 313 56. کجا؟ هیچی آقا، هیچی، همینجا در خدمت شما. بله. کی بود؟ شما؟ سلام جام مار مردی که دوز مارا حروم خورد. من که دوز نیستم آقا. باز چی کاره ای؟ ره گذرم آقا. تو ویلای من چی کار میکنی؟ قدم زنون داشتم واسه خودم رد میشدم، یه خودی خالچه ها علکی پرید از زیر بغلم آقا. آره تو به کوچه علی شاب نزن، دوست متوازه دستم به دومن تو رد. مجه نمیبینی دامن پام نیست پیشا به پامه؟ دستم به پیشا به تو رد کنن آقا. شیست سواله دارم با خودم شبس. تو هزار سر داری که همه شما رو مزادی بیه. نیستم اقلا به بچه هام رفت کنین. اگه بیدار نشده بودم مگه تو به قالیچه های من رحمی کردی؟ قالیچه چه ارزشی داره آقا؟ خدا بچه هاتو نمیدارم. من بچه ندارم تو. خدا قالیچه هاتو نمیدارم. راضی نشه که بچه های من بی پدر مادر بمونه. آخه من براشون هم پدر بودم هم مادر آقا. سر زیادی نزن الان به چادر بری تلفن میکنم. شو شو داری میخواد چیکار آقا؟ رحم کن آقا. شما حرمزاده ها رحم نیومده باید شما را که اهل قارون داد خود آدم بشی. آقا آقا جان آقا نکش دست آمد چه شب گشته مونده مجبور شدم بیام دوتی. از این شب تا حالا برای بچه هم هیچی نخوردن آقا. بچه هم هیچی نخوردن آقا. گوشه گوشنه قبول سلکت دارم آقا. به بچه هم نکن آقا. چه دست محکمی داری آقا. ما هم کردی خیلی خوب. خیال دارم این دفعه رو ببخشمت بلکه آدم بشی. سایه شما کم نشه آقا. راست راستی که چه آقای با اصالتی هستی آقا. آوانس آقا. آخه منم یه وقتی مثل تو دوز بودم. چرا اتصالی کردی؟ شما دوست بودی؟ یه وقتی بودم. پس بزن قدش، ما با هم همکاری. همکار بودیم ولی من خیلی زود فهمیدم و آدم شدم. خب منم شم، جوانم، جاهلم، وقتشم دارم، منتها حقمو خوردم قربان. به تمرگ، چشین. چشم، هم میتمرگم، هم میشین. خب قربان، تعریف کنیم ببینم شما چطوره تونستین دست بکشین؟ منم آدمم، شاید روم اثر کرد و تونستم یه رای پیدا کنم که دست بکشم. با امید خدا شاید یه روزی هم منم دست کشیدم دیگه. بله بله خیلی خوب. من الان واسه تعریف میکنم، شاید واسه تو درس عبرت باشه. بله برای کو گوش شنوا. یه روزگاری من واسه خودم کامیون داشتم اما افتاد تو دره. آره دیگه، آه تو بساط نداشتم. همون رفقایی که خرج میرفتم همیشه دنبالم راه میافتادن همه فراموشم کردن. تو غیرت هرچی نامرده. تا پول داری ها همه جا باهاتن، اما همچی که نداری همه یه ها فنا میشن، دود میشن، میرن رو هوا. دستم از همه جا کوتاه شده بود. یه شبی آخه کارت به استخونم رسیده بود. بالاخره عزمم رو جذب کردم و رفتم دزدی. هوای گرم باعث شده بود که اهل خونه برن رو پشتبون بخوابن و خونه رو واسه من خالی بذارن. منم نامردی نکردم، هرچی خوردنی بود خوردم، هرچی هم بردنی بود جمع کردم و زدم زیر بغلم که ببرم. هی آبجی خانم بکش اون بر. چی شده؟ نازی خانم از اون بالا افتاد تو بغل اون آقا. خدای من دخترم، نازی دخترم، طورش که نشده آقا. خیلی قرمان خیلی، میبینین که سیا سالمه. خدا رو شکر، بیا دخترم بیا. دختر نازه
نازنینم، باز تو خواب را افتادی. لاله مادر قربونت بره. شما رو خدا رسونده، خیلی متشکرم. بله خدا رسونده، من کاری نکردم که. راستی ما اینجا چی کار میکنیم؟ من دخترتون اون بالا نجات دادم دیگه. بله اینو منم میدونم. ولی ساعت 2:30 بعد از نصف شب تو منظره من چی کار میکنی؟ ها؟ من چیزم، من دوستم. دوست؟ وای خود دوست؟ اختیار دارین آقا، شما شوخی میکنی. نه جدی میگم، دوستم. ما دور از جون تو. ای وای دیگه دوست، ای وای ببین آقا، درسته که من دوزم، اما چون احتیاج داشتم اومدم دوزی. چیز زیادی بر نداشتم، جلی به اندازه رفع احتیاج خودم چیز برداشتم. از 8 دست لباس شما 2 دست شما هم برداشتم. جواهرات خانم کوچکم رو میزش بود، اما بر نداشتم. پولاتونم نصف کردم، نصفشو گشتم واسه شما. گفتم شاید کارمند چیزی باشین، احتیاج داشته باشین. دیگه چیزی بر نداشتم. نه فکر نمی کنم دیگه چیزی ورداشته باشم. نه متشکرم که جواهرای منو نبردی. خواهش میکنم خانم، حلقه عروسیتونم رو میز بود ولی من ورش نداشتم، چون میدونستم که این حلقه مقدسه. آخه دوست که اینقدر با شرف نمیشه. میدونین من دوست با شرفم، یعنی من دوست جوون مردی هستم و به جوون مردیم قسم. و من دفعه اوله که اومدم دوزی، اونم واسه این که احتیاج داشتم. کارت چی؟ خب اگه کار داشتم که دوز نمی شدم. تا اصلا ریختتم به دوزا نمیاد. اگه کاری واسه پیدا بشه تن به کار میدی؟ بابا گلی به جماله. همون نگاه اول قاپ منو دزدید. منم واسه خاطر نازی پیش اونا موندم و رانندشون شدم. موندن همون و عاشق شدن همون. روز به روز آتیش عشقم تیزتر میشد، اما اون به اصرار مادرش زن یه پسر جوون پولدار شد. از اونجا اومدم بیرون، اینقدر کار کردم و زحمت کشیدم تا پولدار شدم. اینجا رو که میبینی همون ویلاییه که نازی با پدرش توش زندگی میکرد. حالا این ویلا متعلق به منه، خریدمش. آره به خاطر اون روزگارهای قدیم، و اگه اون یه روزی بخواد با کمال میل تقدیمش میکنم. غرض از گفتن این حرفا این بود داداش، بله، که آدم با سعی و کوشش، با کار و زحمت میتونه به همه ی آرزوهاش برسه. قربونتون برم آقا. نکن مرا زیر بال پر خودتو میگیره، شاید یه روز صاحبی همچی جایی شدیم. خیلی خوب باشه. ناناز کوف بگیری انشالله، چرا نمیای این قرضتو بدی؟ آکل هلو میدم. چشم معرض هلو، من دیگه برای تو هلو نیستم. تو آبرو منو بردی. به که گفتم من تنها نیستم، من شریک دارم. الانم میخواد بره اروپا. من که نگفتم نمیدم. یه چند روزی صبر کن، من از هر جا شده تهیه میکنم. نترس، شریک جونت هم با آرزوش میرسه، منم از شر تو خلاص میشم. خدافظ. گور به گور بشه الهی، تمام ارث و میراث شوهر خدا بیامرزم و باخت و ما رو به خاک سیان نشون. حیوانکی دختر نازنینم و اول جوونی بیوه کرد. بمیرم الهی، اشکالی ندارد خانم بزرگ جان، بیوه میوه رسیده است. بعضی از آقایانی مثل خود بنده میوه رسیده را بر میوه کال ترجیح میدهن. بله ای آقا، اگه مردا طالب میوه رسیده بودن، پس چرا بعد از شوهر خدا بیامرزم کسی سر وقت خود من نیومد؟ خدا قسمت گرگ بیابان نکند، اسرائیل همین چند روز خودش به سلامتی میاد سراغت. البته منظور بنده شما نیستینا، اما بین میوه رسیده و کلمه پوسیده تفاوت زمین تا آسمان است. بله بس کنین بابا، تو رو خدا عوض این حرفا بهتره به فکر طلبکارا باشین. همین امروز و فردا میان فرش زیر پامونم میبرن، خونمونم میره پیش اونای دیگه. نفهمیدم چی گفتین خانم جان؟ مگر من مردم؟ نازی خانم جان، من چنان محکم و صف پای شما وایسادم که هیچ بعد اینه تا بند من از جا. پس کی؟
بله، منظور عرض من اینه که شاعر علیه السلام میفرماید از تو بی یک اشاره از من به سر دویدن دی قربان تو برم الهی. تصدق جناب علی، دختر من زن کسی میشه که قرضاشو بده؟ خانم جان من میدم، این خانم بگوید تو بده، من پدر سوخته بدم دی قربان تو برم. فقط گرفتار قرضشه. بله با چشم، بروی چشمان قشنگ بنده. بنده همین الان را میفتم میرم با عمو جان که قیم بنده هست صحبت میکنم که هر طوری شده ترتیب بدد که قرضای خانوم بدن. شایدم نازی خانوم بنده را به غلامی قبول بفرماین. با اجازه مرمت علی زیاد، خدا حافظ. خوردم به جنازه، ببخشید تصادف شد. خدا حافظ. چه شوهر پول داری؟ اون وقت تو میخواستی زن یکتایی راننده بشی. همه قرضاشو میدم، سالها کار کردم و زحمت کشیدم تا پول دار شدم و صاحب این دم و دستگاه، تا اگه یه روز اون احتیاج داشت بتونم به پاش بریزم. نازی فقط به خاطر اصرار مادرش با اون یارو عروسی کرد. اون مرد بدون زحمت با ارث پدری پول دار شده بود، اما متاسفانه همه را از دست داد و خودکشی کرد. حالا نازی تنهاست و احتیاج داره من کمکش کنم. تو هنوز عاشق نشدی بفهمی من چی میکنم. آجا هنوز واسه ما خیلی زوده. اومدی؟ سلام قربان. دلم میخواد بری یه صورت کامل از کلیه بدهی های شوهر نازی تهیه کنی و بیاری تا بدهیاشو بپردازم همین امروز. اتحاد میشه قربان. خانم نازی، خانم الهی، جان من به فدای ناز تو. چی شده که بنده رو به غلامی انتخاب نمیفرمایی؟ من تو از زیر بار قرضای شوهرم بیرون نیام، اصلا فکرم کار نمیکنه که بشینم و به این چیزا فکر کنم. بابا شما زن من بشو، من پدر سوخت شوهر قرضای تو رو میدم. مگه هنوز قروز اون مرحوم پرداخت نشده؟ ایوه اینجور نفستون از جای گرم بولم میشه. ما از طلبکارا مهلت گرفتیم که تا چند روز دیگه قرضاشونو بدیم. بده ده امو جان، امو جان بده ده که دماغمون خورد شد. تو رو با خدا بده کلک بکن. واا آقای شاطرزاده، من که به شما گفتم دختر من با تمام قرضاش میره خونه شوهر. هر کسی طاووس خواهد پای لرزش مینشیند. بله بله اینه. بله فردوسی از قول بابا طاهر اوریان گفته به خدا. من در اختیارتون هستم، فقط شما سعی کنین زودتر تصمیمتونو بگیرید. خب عزیزم بیاین تو، باید استراحت کنیم. شنی که نمانه یه شیبا بیشترم. امو جان، امو جان کجا داری میری؟ فکر منو بدبخت بکنه، همجا را افتاده میری، کجا میری؟ آخه آمدی خواستگاری من یا نه؟ یه فکری به حال منو بدبخت بکن داری همینجوری میری. عجب مادر زنی داری واقعا. بابا ول کن، ول کن قبیه، فکر منو بدبخت بکن. عمو جان قربان تو برم. پدرت خدا بیامرز یه ضرب المثل خوبی داشت، میگفت ببین عاقبت کار چی میشه. اسی جان مشتری اومده. اومدم بذار خودم رو درست کنم. ما جیگر اومد. لابد حالا که دارین همه قرضای نازی خانم رو میدین خیالاتی دارین. آره ای همچین. مبارکتون باشه، نازی دختر خیلی خوبیه. من اونو از چند سال پیش میشناسم، زن خوبی براتون میشه. مرچکر اونم شوهر خوبی گیرش اومده. خیلی ممنون. تشکر. آب بفرمی. اور میاد اینم سفته هاشون. خیلی خوب، خیلی خدافز. شما خیلی نازتر از نازی خانم هستین. بازم به ما سر بزنین. واه چه ماه بود. الو نازی، ابا خودتی؟ کوفتت بشو بلا، من خواستگارتو دیدم، همه قرضاتو داد. چه شوهر نازی. چکر کی بود مامان جان؟ جواهر فروشه بود، میگفت تمام سفته ها رو پرداخت کردن. چی پرداخت کردی؟ آقای داماد. آقای داماد کیه؟ اون اگه من غیر از آقا ماشالله خواستگار دیگه دارم مامان جون. آقا ماشالله جان، قدت بشم ایشالله. تو چقدر خوبی. خدا نکنه من فدای تو بشم، هر امری هم داشته باشی در خدمتش باید. تو از این ارزه هم داشتی و ما نمیدونستی. اختیار داری قربان تو بشم، من تمام ارزه های من از پدر بزرگوارم هم درست بودم، مثل از امو جانم بخوده. اون بخارات جان، دیدی امو جان یکی چسبان بخوده جان. Thank you.
هفته ها پرداخت شده. وای متشکرم، لطف داری. خدافظ. آقا ماشاءالله جون، قربونت برم. چیکار کنم تلافی این همه محبت تو کرده؟ فقط بچسبم، کاری دیگه نکن. خدای من اونجا فایده نداره، یه دن روی این میسم لب بچسبم، همه چی دور بره حرم میکنی. چارده پنجمی رو بخورم. ندیگه گاز نگیم. من میخوام بخورم. بخورم. بگی تو بده تو بخورم. الو؟ چی؟ پرداخت شد بخشوشه. امروز پرداخت شد. متشکرم. جم. جم. اونم پرداخت شد. متشکرم. قربونه تو شوهر خوبم برم. تو برم. من امروز چقدر پول پرداخت کردم با مودا. خدا اینکه اینو مطلب میرسه خانم جان. با اجازه شما ما امروز هم میتوانستیم پول پرداخت کردیم و رسید ما رو هم گرفتیم. حالا میخواستم بزرگواری بفرمایید دستین دختر خانم و قشنگ جناب والی رو بیدارید توی دست ما. من واقعا آدم مستحقی بودم. اجازه دارم دست ایشونه. ایشانه بیلش کن بابا. امو ایمان مردگه همش بگیر خودشه. اصلا من نمیفهمم چه کسی حق داشته قرضهای نامزد بنده را بپردازه. آقا عمو جان چرا؟ مگه عمو جان به من اجازه بدی برم انتقام من از این نامرد پس پیترت بگیرم؟ پرداخت قرضا به نفع ماست. فقط باید لاشه صفده رو یه جوری درست کرد و بینا غالب کرد تا تو با خیال راحت با اون ازدواج بکنی. در باش من میدنم تو چه کلکیه درست میکنم. منزل نازی خانم چه فرمایشی داشتیم؟ نازی خانم تشریف دارم. میگم چی کار داشتین؟ یه نامه از اربابم واسه شون آوردم. از اربابتن؟ من اربابم. هر که با ایشان کار دارد اول باید با من مراجعه بکنه ببینم حرف حسابش چیه تا با تصمیم بگیرم. ببینم شما چی کارشون هستین. من تو غلام ایشانم. بیا غلام، این نامه رو ارباب من واسه خانومت نوشته، بده دست خود خانوم. بسیار خوب، این تو چی هست؟ تو این پاکت لاشه سفته های شوهر خانمه که ارباب من پولاشو داده و امضاهاشم در آورده. اینا رو بسپر دست خود خانوم، فهمیدی؟ بله بله بله. بچش بچش. اسم و آدرس ارباب منم روی پاکته و شماره تلفن. بگی خودشون هر چه زودتر با ارباب من تماس بگیرن. خدا حافظ. سپردیم به خاک پاکیزه. عمو جان با مرگ تو، با مرگ تو دیگه خون من داره جوش میاد. از چی نوره چشم؟ آخه چرا باید یک نفر غریبه برای نامزد من نامه پراکنی بکنه قرضای اونه بپردازد؟ به چون وری لاشی سم طرف فرستاد اینجا؟ چرا؟ در قضاوت عجله نکن، اول باید نامه رو خوند و یه جواب دندون شکن براش بنویسیم. اون وقت خودت ور میداری میبری بهش میدی. خدا رحمت کنه پدر تو، خدا بیامرز، همیشه میگفت. میدنم چی میگفت. میگفت ببین عاقبت کار چی میشه. اگه نامه به دستش رسیده باشه باید جواب میداده. آخه پس کو چطور شد؟ نمیفهمم چرا جوابی از نازی نرسیده. مگه نامه و لاشه سفته ها رو در منزلش ندادی؟ باید نامه به دست خودش میدادی. آخه پس چی شده؟ دادم قربان، ولی دست خودش ندادم. نمیدونم چرا خبری ازش نداد. بله کی؟ اسمش چیه؟ نازی؟ بگو بیا تو راه نمایشون کن. بیا تو سوتاش، سوتاش مرتبش نکن. یاره این داره مرتب کن. چشم قربان، سوتاش مرتبش کن. سوتاش چشم قربان، سوتاش مرتبش کن. گردو تو 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 گردو یا برم قربان. آه نارو، همینجا باش، چکون نخور. میفهمی؟ چکون نخور. صدای پاش داره میاد. بفرمی. بگو بفرمی. بله بگو بفرم. قربان بنده خودم هم کسی نباید بفرماید. من آمدم. بله شما با من کار داشتین؟ بله بنده کار دارم، مگه ایرادی دارد؟ قربان شما برم. پس نازی
من خودم از طرف نازی خانم آمدم و کلی ناز دارم و یه نامه ننازم از طرف ایشان برای شما دارم قربان. بله بدین من تقدیمش کنم. بابر برو پی کارت، باید بدم دست خود آقا. بدم بفرمایید. چه بوی عجیبی میده؟ بو میگوند؟ حتما بوی عطر خانم. برو وازش کن بخون ببینم، به نظر من بو عطر نیست، بو چیه؟ بوی مایشور قربان. آقا ما صبح کتو مایشور رو تازه بغلا داشتیم جای شما غالی. خیلی خوب ببینم چی نوشته. خیلی خوردیم. آقای محترم، نامه محبت آمیز شما با لاشه سفته ها به دست من رسید. به خاطر بدهی های شوهرم تشکر نمی کنم. تشکر می کنم. نوشته نمی کنم. بقیهشو بخون. چون شما هرچه دارید از من دارید و از این لحاظ فقط دین خود را ادا کرده اید. عیبی نداره، خواسته ناز بکنه. آخه اسمش نازیه، بایدم ناز کنه. بله اسمش که نازی هست قربان، البته حالا چقدر ناز دارد اونده بعدن معلوم میشه. بعد قربان شما بروم. بله. اما از بابت خاطرخواهی و عشق عاشقی گذشته، من هرچه فکر میکنم چیزی به یادم نمیاد. برای این مردکه عوضی میخوان آقا. بوده من برفتم خبر بودم. نمیخوام تو بخونی. نمیخواد بخونی. ادامه بده. بخون جانم. این را هم بدانید که شما اگر گنج قارون را هم داشته باشید، من شما را هنوز به چشم شوفر پاپا جان نگاه میکنم. شوفر جهت آبادشه. شوفر تویی که نامشو میخونی. شوفر تویی که نامشو آوردی. با من چی خود؟ ادامه بده. برای رفع مزاحمت سرکار به اطلاعتان میرسانم که شب جمعه آینده با مرد دلخواهم ازدواج میکنم. این کارت دعوتم بودی خدمت آقا گیشنم تشویش بیارم. بفرمید قربان. بله بخونده قربان. نوشته به میمنت مبارکی به مناسبت ازدواج فرخنده بانوی نازی تلاچی با آی ماشالله شاطر زاده گو. بنده میشنستم قربان. بگون کیه؟ من نمیدنم تو بیمیری. اوخش رفتار بی وفا بی صفا بی صفت بی لیاقت. برو از طرف من بهش بگو با هر خری میخواد عروسی کنه، با هر اولاغی میخواد عروسی کنه. برو بهش بگو، برو. تو چه مرگته؟ عصبانیم، عصبانیم. هیچ کاریم از دست من بر نمیاد تو بیمیری. بگو من خیلی وقت عشقشو فراموش کردم، از پولاییم که دادم گذاشتم. برو برو. چی رو بخشیدین آقا؟ من میرم پس میگیرم. آقا تو چی کاری بینیشی؟ من میرم پس میگیرم. آقا بخشیدم من ایفم. شیخ باباشه شیخ ولیغن نمیبخشد. تو چی کاری هستم؟ خجالتم نمیکشه، حیا نمیکنه بی آبرو. از توهینیم که با من شده معذرت میخوام. میبخشم شو. خیلی خوب بره. اوی ماما جان اوگه چیمشه میبرم میبخشم. قربان ناراحت شدی؟ دلم میخواد مثل دراکولا خون هر چیز زنه بمیکم. آقا بی خود خودتون عصبانی نکنید، یه چند روزی برین شمال تو ویلاتون استراحت کنید. بعدم نگفتی میرم؟ میدونی چرا عصبانیم؟ از این عصبانیم که پولشو من دادم، حالا عروسیشی کسی دیگه میخواد بکنه. معذرت میخوام، من یه خورده عصبانیم. قربان برای تو آب یخ بیارم. نازی جان، تی جان و قربان، الهی که من فدای تو باشم. به مرگ تو در هفت آسمان از لحاظ زیبایی لنگه تو پیدا نمی شود بخویده. بفرما، اینم لاشه سفتهای مرحوم شوهر سابق جناب عالیه که همه رو پرداخت کردم تا دینار آخر بدی. ده شیدی بودی کاری نداری با مرگ خدا. قربون تو جان. سسل به همه. واه 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 واه، مردم از این ترافیک. اومدشون هاش خدای دور داری. این کیه؟
این همون اونجوریه. چطوری هستی؟ چه ناز شدی. خوش به حال شادومات. خوش به حالش با این عروس قشنگ. حتما برام جواهرات خوبی آوردی. بیار اینجا ببینم. شما وقتی که رفتید برای ماه عسل به اروپا، باید از چند کشور بزرگ چند قطعه جواهر بزرگ بخرید. بله می‌خرید. اگر نه نه. جواهرات درار ببینم. حالا نه، اول بگو ببینم داماد کجاست. دیگه یه لزود باش جواهرات خوش به حال خواهر. چه مردی، چه قیافه ای، چه چشمه، چه هیکلی، با 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 چه دماغی. وای اون روز که اومد مغازه من قرضاتو بده حظ کردم. نمیدونی چه هیکلی. آه حرفا چرت و پرت نزن، جواهرات درار ببینم. عزیزم ماشاءالله بیا اینجا با چش. یا لزود باش نشونم بده چی آوردی. جان دلم امر بفرما، سرافا آمادگی داره. معرفی میکنم، اسی هلو شوهر آینده. ای با این که اون نیست. زهر مرگ ایشان، فقط یک مرگ در زندگی ایشان وجود دارد، اون هم ماشاءالله است. مگه نه عزیزی دلم؟ برو گم شو، اون آقای یکتا بود. یکتا پکتا نداریم، من شوهر آینده ایشانم، فهمیدی یا نه؟ حرف بزن. ببینم تو گفتی یکتا؟ آره دیگه، آره، اون همه قرضای تو رو داد، گفت که خواستگار توه. گندش آه گنده بچ، ببینم پس تو بر من حق بازی کردی، دروغ گوی پس. نه با خود با جان شما، نه این مردی که دروغ گوی اصلا. دروغ تو داری میگی، مردی که حق بازی کلاش. من جان خودم، من سیری ندارم، باور کن. ببینم تو آدرسش رو میدونی؟ آره تو خیابان شمرون، اون سوپرمارکت گنده. تو اون روز بیاد مرکی احمق. پدر و مادر نامزد من فراری دادی. وایسا عزیزم، وایسا با تو کار دارم بیزن با مادر. وایسا من یه پدری از اون یقه یکتا در بیرم، یه دوتا از بغل خودش در بیاد، فهمیدی یا نه؟ کتو من چرا خاکی شده؟ قدرت یکتا کجا؟ دفترشون بالاست ولی خودشون نیستن. کجا؟ شما کی هستی خانم؟ من نازیم. نازی؟ ولی خانم دیگه فایده ای نداره، اون دیگه زن بگیر نیست. ولی من نمیخوام زنش بشم. وقتی دیدینش اینطور وانمود کنین که فقط میخواین عشقتون رو به ایش ثابت کنین. اون الان رفته شمال، همون ویلایی که قبلا متعلق به شما بوده. بگو حرف تو، مگه نمیبینی که کار دارم؟ بگو. آقا تو حالا میام پیشت قربونت برم، همین هسته میام بیام بینم لاریه چی میگه. و بیام چی؟ سرهنگ اومده؟ چی؟ سرباز اومده با توفنگ؟ پس چی؟ آقا آقا اومده؟ کدوم آقا؟ آقا ایتا آقا یکتا ای جهود بر من. تو خاطر چرا میگه الکی داره میگی؟ ایتا تو برو هرچی دوازه موتره جمع کن. الان میاد آقا برو میرد برده آبودی که بیش بله 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 بله. من تو اینچه 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 یلا زود باش. تابلوی گوشواره رو ببر، یک تا طلا رو بیارش بدش به من. الان میارم قربون. چم به جون الان میارم. یه خود زودتر آوردم آوردم. بلند نکنی. نه نه بدش من بدش من. اون تابلو رو باز ببر یه جای قایمش کنی. شما قربان، مخلصش شما قربان، نوکرشو، اومدم قربان، اومدم. هاشی، 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 هاشی
عرض سلام قربان، عرض ارادت قربان، چشم ما رو روشن فرمودین. چه عجب یهو همچی بیخبر تشریف آوردین آقا. امروز صبح اصلا قرار نبود بیام، هزار جور گرفتاری داشتم، ولی بازم از ناراحتی اون دختر نازی به اینجا پناه آوردم. باز چی شد آقا؟ با همه کمکایی که بهش کردم بازم قراره همین هفته با کس دیگه ازدواج بکنم. عجب بی چشم روی آقا. من دیگه از هر چی زن بیزارم، اومدم اینجا که چشم به هیچ زنی نیفته، اصلا بره در پنجره‌های ویلا رو تیغه کنن که هیچ زنی رو نبینم، صداشون هم نشنوم. این پنجره رو، اون یکی رو، اون یکی رو، اون عقبی رو، اون جلویی رو، اون یکی رو، همه رو بره تیغه کنن. اصلا پنجره نمیخوام. بله قربان. این زنا کی هم؟ نه حتی باش چی قربان؟ این زن نیست، دختر هم. دختر هم؟ بله شما چرا ریب میزنی؟ آقا عبدالله، کلوپای ما کثیف شده، دستور بده فوراً بیان عوضش کنه. چشم یادت نه؟ نه تو چیه؟ بالا این ها سوی سر و تطریه بیچاره ها تو بارون گیر کرده بودن و هتل هم پیدا نکرده بودن و میخواستن شب و دم در بخوابن. بله من گفتم آقای یکتا خیلی مهمون نوازتر از این حرف باز، بفرمایی تو، بفرمایی تو. اونا پروگی کردن و تشیمشون رو آوردن تو، هر پنج شیشتاشون تشیم آوردن تو. بله قربان. حالا فهمیدم این سر و تطریه همه جا شلوغ بوده، برو بگرد براشون یه هتل پیدا کن از اینجا برن. آقا اگه اجازه بفرمایی اینا فردا صبح ماشین میاد دنبالشون از اینجا میرن. امشب هم اجازه بفرمایی که مهمون نوازی رو ما تکمیلش کرده باشیم. بله خیلی خوب، خیلی خوب، اشکالی نداره، ولی به هیچ وجه حق ندارن جلوی چشم من بیان. برن جاهای دیگه، این همه جا تو این واقعه جلوی چشم من نیان. جلوی چشم من نیان. بله جلوی چشم من نیان. شما نیان. فکر میکنین قربان؟ نگاه کنین. به به، گلی به جمالت باریکلا، خوب به ویلا رسیدی آقا عبدالله. آفرین آفرین. خودم کردم، رنگ کردم، موکت کردم، کاغذ دیواری کردم. بله بله، خیلی خوب شده، خیلی خوب شده. آه تو چطوری شاغلام؟ حالا احوالت چطوره؟ میخونه به خودش. احوال جمونم از اومدن شما و از سلامتی شما خوشحاله، داره شکر. آه ممنونتم شاغلام، پایدار باشی. افتفلک زبون نداره. اگه یه خود دیرتر رسیده بودم، عباس قصاب علاوه بر زبونش گوشاش هم میبرد. شما بفرمین استراحت بفرمین. سلام عبدالله. بله ابه ابه بوندی راستی آقا عبدالله، کاراتو که کردی یه دقیقه بیا تو حیات کاری کنم. چشم آقا جون، چشم. ای مادام، نفهمیدم این دیگه کیه؟ کی؟ این بابا بالا، این خاله خانومه، همون دخترایی هستن که تو شما تو باغ دیدنش. ایشون خاله خانومه. اشکالی نداره، بهشون اجازه میدم امشب اینجا بمونن. خب خدا به ما داده، ما باید به اینا کمک کنیم. بله بله، شما بفرمایید استراحت کنید. بفرمایید. نفهمیدم این کیه که به ما اجازه میده اینجا بمونی یا نمونی؟ کی شما؟ بفرمایید تو باغ، من خودم یه موضوع رو واسه تو تعریف کردم. دیدی داده بر من، مش اسمان گاوکش. ای خدا، من چجوری به آقا بگم که اتاقش رو به اسمان گاوکش اجاره دادم؟ ای داد، یه دقیقه صبر کن ببینم. خوب شد من شاک کلیدو دارم. خوب گوشاتو واکن، اسمان عادت داره همشه نصف شب بیا تو، مواظب باش، یعنی در پایین خوب قفل کن. فهمیدی چی گفتم؟ وقتی اومد نذاری بره تو اتاق آقا، یه اتاق دیگه. حسابیه داره واکن. چش چرا داره قفل کردی؟ واضح. آهای آهای ببینم. بله این شماره چیه رو دستی؟ واسه قشنگی، یعنی واسه اینکه کلیدا گم نشن، یعنی واسه اینکه شما مهمونای مختلفی داری قاطی پاتی نشن، یعنی واسه اینکه حسابون دستمون باشه. خب درو واکن. درم واشه. بفرمایید. در واش. چی شد؟ کشت منو. ای داد بر من خدا، آقابت رو همه رو بکنم. عبدالله در خدمت. نخوبین یارو کیه؟ هنو نرسیده، هی دستور بوده. هیچی بابا، ولش. میدونی اون دیوونه. عبدالله نمو که این دیوونه رو تو هتل را بزنی؟ قربونه دارم، آخه این بیچاره اولش که دیوونه نبود، این هتل اون واسه من ساخت. اون وقت یه روزی من سرش داد زدم، بعد وقتی بیچاره لرز کرد از رو داربست تالا پیفتاد پایین و اول ماخل و قلش اب کرد. عبدالله دوریه این مفتوچه. آخه بیچاره، دیرم براش سو میبینم بو سوخته که میاد. آره تفل، منم همین. بله، حالا خیلی کنه که این ویلای شخصی خودشه. سال دو سه دفعه میاد اینجا، اینه هم اربابا ارد بیده. الان که داد بزنه لباسای من از تو ماشین بر بیار. لباسای من از تو ماشین بیار. آه چیزی زشکی خونده؟ نمام نزشکی. آره تو با
حرمت تقاضای ازدواج منو روانگاوی بکنی قربون اون روانت برم با گاوش. وقتی هم عروسی کردیم شب و روز باید لبای منو روانگاوی بکنی. روانگاوی همون روانگاوی دیگه. حالا ببین یه خوده باید با هم دیگه لب لبانگاوی بکنیم. شما هم پیشتر احتیاج به محبت داری، هیچ چیت نیست. تو از کجا میدونی؟ زنا به تو محبت نکردن. تو کمپلکس داری. کمپرس؟ کمپلکس یه نوع ناراحتیه از ندیدن محبت عشقی. تو از مادرت هم محبت ندیدی. نه بذار من با دستان بهت آرامش میدم. نه باشه بعد خانم، باشه بعد. تو ناراحتی روانی نداری، تو دیوونه نیستی. نه خیر که نیستم. ببینم نکنه تو خیال میکنی من دیوونم. به خاطر بیار زمانی رو که از دار بست افتادی پایین. من دار بست افتادم پایین همون موقع که اینجا رو برای عبدالله میساختی. نفهمیدم، مگه اینجا مال عبدالله است؟ ناراحتی تو همینه که فکر میکنی صاحب این ویلایی، ولی عزیزم قبول کن که صاحب این ویلا عبدالله است. عبدالله گفته اینجا مال اونه. آره بله که مال اونه، اینجا هتل اونه. که آقا ورداشته اینجا رو هتل کرده. بله به ما اجاره داده. فهمیدم، اینجا رو ورداشته در قیاب من هتل کرده. به همم گفته من دیوونم. اینجا دابانشه حالا نکه پدری ازش در بیارم که خودش حظ بکنه. عبدالله ای که هی به خشکی شانس، من چه قصه بد شانسم؟ تو هم بد شانسی، اونم بد شانسه. اگه این ارباب مثل عجل معلق یه دفعه سر نرسیده بود با این همه مسافر گرفته تو شمال، امسال تو آخر فصل هممون بارامون رو بسته بودیم و رفته بودی. ولی چه کنم که تو بد شانسی، اون بد شانس شما و سلام. و البته تو هم بد شانسی، برای همینم همه تون اخراج این سر منو دور دیدی، خونه منو برداشتی هتل کردی. جلا جلا فلاستون جمع کنی بریم بیرون. همه تون همه بون بدبخ شده جمع کنیم بریم بابا. این دیگاره میخواد چی کار؟ برده بیرون تو سر من. آقا عبدالله یه خانم خیلی خوشگل اومده تو. بگو هتل پارو جا نداری. آخه میگه با آقای یکتا کار داره، اسمش نازی خانمه. نازی؟ آره قلب بکنم این باید همون فرشته نجات ما باشه. خدا کنه که خودش شیشی باشه. بودو بدو بودو بدو. سلام سلام نازی خانم، خوش اومدین، صفا بردین به کلبه محقر ما، نور صفا و وفا و جفا بخش شیرین. ببینم آقای یکتا کجا؟ والا خانم آقای یکتا مثل این که همچین که کمی از شما رنجیدن. بله آره میدونم حق دارن. من میدونم چجوری کارا رو راست ریستش کنم. اگه شما قول بدین و بعد من گوش بکنین، من این کارو واسه تون جور میکنم. باشه من گوش میدم. ها خانم جون شما وانمود کنید که دوستش دارین، ولی نمیخوام باش ازدواج کنید. بقیهش با من. اون وقت وقتی که کارا تموم شد خواهش میکنم دستش رو بگیرین از اینجا ببرین، چون اگه اینجا بمونی خودتون میدونین که ممکنه باز میمیونت رو به هم بخوره. خیلی خوب باشه قبول دارم. چمدونا رو بیار.
توی نازی؟ اینجا کنار دریا ولم نمی کنی؟ من اومدم پیشت. حتما بازم یه نقشه جدیدی داری. نه باور کن هیچ نقشه ای ندارم، دوست دارم. من باور نمی کنم. کاش میتونستی بفهمی که چقدر دوست داشتم، چقدر به فکرت بودم. من به خاطر تو لاکردار سالها زحمت کشیدم و جون کندم تا به همه چیز رسیدم، فقط با امید این که تو رو داشته باشم. اما تو به همه ی آرزوهای من پشت پا زدی، برای تو فقط پول مهم بود. حالا هم تا یه نفر پولدار پیدا کردی میخواستی فوراً زنش بشی. شایدم وقتی فهمیدی وضع من بهتر از اونه، کار بارم سکه تر از اونه، اومدی سراغم. ولی برای من دیگه همه چیز تموم شده. من با تو عروسی بکن نیستم. عروسی؟ خب منم نیومدم با تو عروسی کنم، فقط اومدم بهت بگم از اونچه که اتفاق افتاده و گذشته پشیمونم و تو رو دوست دارم. حاضرم اینو بهت ثابت کنم، باور کن. دلم میخواد عشقت باشم، معشوقت باشم. ازدواج اصلا مهم نیست. ازدواج مهم نیست؟ یعنی همینطوری؟ مهم نیست، اصل کار عشقی. من اومدم عشقم رو بهت ثابت کنم. ثابت کنی؟ خب چی بشه؟ هیچی دیگه، میخوام عشقم رو بهت ثابت کنم. ثابت کن. باشه عزیزم، آخه بیم فرصت بدیم. میتونم یه عمره که منتظرم. اگه میخوای ثابت کنی ثابت کن عزیزم. ثابت کن همه چیز کنار دریا ثابت کن. آخه اینجا که خوب نیست. چرا خوب نیست؟ آخه من تازه از راه رسیدم، خیلی هم خستم. اگر اجازه بدی امشب میام تو اتاقت. باشه. خیلی خوب باشه. شب منتظرت میمونم. شب میای عشقتو ثابت میکنی. شب میای تو بیای من میام. شب دلکم به آسمان میزاید. چوبی دلکم. گرفتون بالا سرما خوشگش زده با نظرم. سلام آقا. فرمایشی داری؟ هتل پره، اصلا جا نداری، اصلا هتلمون تعطیله. خب درشی یهو گیل بگیر، کی با هتل کار داره؟ من احمدم دنبال نامزد آینده ی من، دنبال نازی جان من، فهمیدی گاجمه؟ نازی؟ بله نازی. یعنی منظور تو همونی که با آقای یکتا اومده؟ اگر من اون یکتا رو بگیرم کله اینو میکنم. من آمدم این مسئله اعتراض بکنم، فهمیدی یا نه؟ یعنی اومدی ببریش؟ بله که میبرم. پس تو خیال کنی میذارم اینجا با من سر آریه؟ من خودم کمکت میکنم. آفری باریکلا. خوب فهمیدی. هی بی نداره جان، شرط اولش اینه که وقتی من دست اون حسد ورش داری ببریش. باشه منم این کارم میرم، آمدم اونو ببرم، نه اینکه اینجا بیزارم. پس کار تمام بزن. شقی فورا اساس ایشونو برمیداری ببرم بذار تو اتاق خود من. برده ببر یالا ببرم. برو برای کلا بدونم. آفری. تو اتاق تو برای چی؟ تو اتاق تو چیکاری؟ من واسط نگفتم اینجا همش پره. دومندش من خودم واسه برم تو باغ بخوابم. من دارم به تو لطف میکنم. سومندش آقای یکتا نباید اصلا تو رو ببینه. آفری کلا یکتا اگه منو ببینه ممکنه من اینو بکشم. شب دست زنه رو میذارم تو دسته. آی باریکل ملا قربان تو برم الهی. تو دست دختره رو میذارم تو این دست من. اینقدر به تو انرژی بدم که زمین سلاخ بکنی بری توی کره ما جنگل، فهمیدی؟ اگه اینجوره من 6 دفعه دفعه مونم بسرم تو دادش. بسرم بریم. سلامتی. خب چطور بود؟ عالی بود. خب عزیزم حالا بلند شو بریم، نباید وقت رو تلف کرد. پاشو بریم تو اتاق خواب، میخوام هیکل قشنگتو تو نور این شب ببینم و لذت ببرم. پاشو بریم بالا. حالا عجله نکن. این همه غذا و مشروبای خوب اینجا هست، بذار یه کمی بخورم بعد. باشه من منتظرت میمونم. باشه زیهش منتظرم نذاری.
هستی. الان بهت ثابت میکنم. بیشتر آمدش که خوب اومدی. داری میدی داداش این بره شب خودتو نرسونی تو اونا با هم عشق بازی میکنن و برای همیشه همینجا میمونن. همین اتاق همینجا اینجا میمونن. جمار از روزگارش در میارم خرخرش رو میگیم. البته اون نامزد شرعی عرفی منه. البته البته اون باید با من عروسی بکنه. البته البته اون اصل نامزد عاشق منه. برای من میگیم برو تو برو تو تا کار از کار نگذشته. چه کلافیش در تو بسته برای همچین الان با اینجای بازوی من با در میزنم که بروسلی به جیبش با نزده با میترسم یه وقت زیر بغل کت من پاره باشد و وقت تکلیف من چیه؟ با پا محکم بزن باش پا رسمی چیه؟ برای یه وقت نوک کف شما پاره بشه تکلیف چیه؟ اصلا بهتره با کله بری توی که هیچ جا پاره نشه. برو بابا ما یه دونه کولات داریم تازه خریدم این بیسته. خواهی نداره کولاتو دستت بگیر. حالا بزن ای باری که برای کله من بشکنه من عوضشی نیا بوده من خب نه ترس این کله توش پره گچه هیچ چش نمیشه. بزن دستت خدایی با امید تو بزن در بیار عبدالله قربان من کیه؟ ببین این کیه؟ آتشو بگو تو بیلای من چی کار میکنه؟ بیلا رو کیا قدرم؟ بیلا بلا بلا کشش کشمش؟ اخو بو که بروز لباس من نبود وای صدی همینجوری نگاه میکنی بلا جوری چیزی بگو این همه پول و انرژی من بدو دادم وای صدی مرگ جلو اون آبا تو نردی کشتا پیدا نمیشد آبا تو چی کاری؟ چرا جلو شده نگیم؟ آبا این مردش معیوبه تو اینو میشتاسش؟ بله نه مرشم این دسته پایین این گاف میاد من میام بفهمم تو بیلای من این چی کار میدارم؟ بیلا تو چی کاری؟ الان میبرمش تو آخرش بیا 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 به خاطر من ببخششون گناه دارن. گوش کن من میرم ساعت 12 میام که سر و صداها خوابیده باشه خیلی بهتره. آخه اینا هی میاد مزاحممون میشه. برو منم میرم کنار دریا یه خود قدم بزنم. سر ساعت 12 من میام اینجا باشه. باشه ساعت 12 کلافه شدم. ببینم من که تو نمیخوای به ناز جونت بره. برای همین اومدم اینجا تو میمیری بابا که خجالی من. خب پس بذار همه که خوابیدن اون وقت من دست اونو میگیرم میذارم تو دستت. باشه. چی میکنی؟ باشه. بازم قبول میکنم. راستش این وسط یه کمی انرژی لازمه. میدونی که انرژی تو هم چه برو راست برو از من انرژی بگیرم. من بس به تو انرژی دادم برای خودم نمانده عروسی بکنم. بابا من واسه خاطر تو دارم خودم رو سرچ میدم. بایلا میرفتم میگفتم میخوابیدم. تو با من کار داری. من که با تو کاری ندارم. اصلا نخواستیم. اینه بگیم برای من غرم میکنه بی پادر. یه چیزی هم طلبکار شده از ما. بفرما بگیر. بیا. این آخریشو به مرگ تو دیگه نمیدم. دروشت تو نگه بگیر. نمیخوامش میگم. نمیخوامش اینجوری برمیداری؟ نه بابا نمیخوامش. بگیرش. این صرف نمیکنه. کمه بگیرش. برای من صرف نمیکنه. ده ما بار جیبش میکنی. خانه خراب میسیم. من سر گنج نشستم. بیا تو میبینی این آخریش دیگه قرار ندارم با تو. حالا شد یه چیزی. خیلی خوب. حالا بریم سر اصل قضیه. قضیه تمامه. بگو ببینم. تو تا سر ساعت 12 هم اینجا باش و استراحت کن. من که همش در حال استراحتم. برای یشم با من خیالت راحت باشه. یعنی دیگه کار تمامه؟ درست سر ساعت 12. خب من دیگه رفتم. تو سر ساعت 12 از اینجا را بیفت. برو تو راه رو اتاقش دست چپ در اوله. باشد میرم. اتاقش دست چپ در اول. عجب گرفتار. اینم از من پول گرفته دست دختره رو بیزنه تو دست من. تازه آدرسشو به من میده خانه خراب. چه گرفتاری شدم من؟ باشه عوضش دختر من خودمه. اوه علی
من گل بارون کردم. یه عروسی میگی گل بارون کردم. مزه تو بنازم به این عشق اومدی عزیز دلم، خوش اومدی، لطف کردی که اومدی، ممنونتم. من سال هاست تو رو دوست داشتم، انتظار تو رو کشیدم. آخ دوست دارم عزیز دلم، بلند شو، بلند شو مه پیکر من، باید همه بفهمم که من چقدر میخوامت. این حرکات ظریف چی از خودت در میاری؟ الان دیگه نصف شبه، همه گرفتن خوابیدن، فقط من و تو بیداریم. عشق کوچولوی من بلند شو، تو ناز نکن، تو که اینقدر ظالم نبودی، تو که منو کشتی. بلند شو، بلند شو عشق قشنگ من. شاعر میگه لب لعل نمکین تو مچیدن دارد. بلند شو، بلند شو زیبای من، بزن لعل نمکین و لب خوشکل تو دوباره کوچولوت. بلند شد، حالا چی میگی؟ تو دیگه کی هستی اینجا خوابیدی؟ همینی که هستم، من یه فضولی، ها؟ بله، بله، کی به تو گفته بیای تو اتاق من؟ من اینجا خیلی نه فاسیک که احمق، عبدالله، اینجا اتاق شخصی منه، عبدالله، یا ببین این مردی که اینجا چی کار میکنه تو اتاق من؟ با تا قرم قرم ازن کردم، به من میگه اتبال گاف گوش، روزی 16 خیر 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 همراه منن، همه چشم و گوش بستن. خوب نیست شما رو در این حال ببینن، واسه شما خوب نیست. خیلی خوب، برای خاطر شما و دخترها چشم، چشم. خیلی ممنون. غلام، همینجا باش، هر وقت نازی خانم از اتاقش اومد که بره تو اتاق من، بهش بگو من اینجا. باده، حواس جمع کن. شب شب من تو به عزیزم رو میخوام، عزیزم اگه خوبه حبیبم، عزیز دلم قربونش برم، منو ببخش، منو ببخش. زدر جون اگه میدونی سرم شلوغ پلوغه، همش تقسیمی ارباب گردن شکفته منه، به جون تو میدونی این خودش اول دوز بوده، حالا ادای گنده گنده ها رو واسم در میاره، یک قیافه هایی میگیره که نگو اینو اسرائیل نازل شده. عزیز دلم حالا از اینجا که برای دیگه خواب میخواب. چه هیکلی، چه پستی و بلندی، قربونی پستی و بلندی آدم کوش بدمش. Thank you.
خوشم منم. نازی بلند شو دیگه. شما هده دادن جانا بیا به من کجا بود یک تا کجا بود یک تا کیه اتار داشته باید تا یک تا کیا دیگه ها باید من کجا بود بیا به من کجا بود صاحب کن بیرم کجا سر و پاک فرید بابا خانه خودم چی خورنسیه میکشه زیارت قبول جر سب سب بکنم خدایا با امید تو ای پروردگار سلام عشق من سلام بر تو ای نازنین من که راست دراز خوابیدی خدا من تی قربان بکن الهی که من فدای تو بشم زر بس تصدو بجاز نمیدانی چه بدبختی ها کشیدم تا به موقع خودم رساندم کن نامردی بی پدر مادر نیاد عمل تجاوزی صورت بگیره تو بگیره با لباس قربان تو بودن نه اینجوری با لباس بهتره تصدو بکنه بدانی چقدر تو رو دوست داره برای تو میمیرم قربان اون هیکل قشنگ تو بر دلم میخواست تو هلو بودی من تو رو درست خود میدادم به خدا اخ جا یه قدر تو رو مساج بدم حال تو جا بیاد آماده بشی که بدنی من چقدر تو رو دوست دارم برای تو میمیرم به خدا لاهی قربانون هیکل قشنگ تو برم که در خواب نازی و نمیدانی من چه زجری میکشم به خدا قربان تو برم بلند شو یک لحظه دیگر من میمیرم و سپس هیچ به خود قربان تو برم بلند شو نازنین من بلند شو عزیز دل من قربان تو برم الهی قربان اون موهای سرت دی موهای تو چرا قدر ویز کرده عزیز دلم او فهمیدم بس که تو صبر کشیدی انتظار کشیدی میدانم که به این روز افتادی قربان تو برم بلند شده طاقت من تاق شده خانه من اجاق شده بکودم بلند شو چرا اینقدر تو میخوابی من عرضوی تو این لشتم که تو رو موقع بیداری میدی بلند شو عزیز دل بلند شو بیا برو با تو اتاق من چی کار میکنی؟ حالا بهت نشون میدم یه من ماد چقدر کره میده چی کار میخوایی بکنی؟ در صاحب کنی زغوره حلوا سازم برو گل میخ حالا میفهمی آقا جان چی کار میخوایی بکنی؟ منو ببری لبه باقچه آب بده بد منو بخوش اول گوشتو میبرم قربان این یادگار و پدر و مادر منه تصدوق تو پس دماغتو میبرم بده که دماغ منو ببوری منو
از کجا نفس بکشم؟ بالاخره باید یه جا تو ببرم دیگه. من همه جایی من لازم دارم. یه وقت نبری قربان تو برم. آخر نشی یه وقت این کاره رو بخواهی. خیلو خوب. پس نفس گاه تو قرم میکنم. آقا جان نفس کاره ببری که من میمیرم. آجا بخواه نقرم برگی خریبان نمیفهم. آخر نمیشه. من با آجاد ببرم. آرزو دارم. بخواب اینم. بخواب. آقا جان آقا یار وصیت بیداری بکن. آقا تو که نمیذاری من وصیت منو بکنم. بده من یه دوتا کلام حرف بزنم. وصیت منو بکنم با تو میخوای بکشی بکنم. خیلی خب برای دیگه شما با فرما بینیشین من دوتا کلام حرف منو بزنم. چشم آقا شما من با ایشی حرفی ندارم. امشب سه نفر میخواستم به من تجاوز کنن. دو تا مرد نرقه رو یه خانم خوشگله دست اول سرت همین تو ببینی جون آبجید. آو همین سه نفر بودن آقا جنم بودن بی پدر مادره. باید ببینم باید دا آو این افراد که خود باشین دیر شد خود راجعه که برزید. بلندش نکن اون چمره سنگین نابت میخواد. نمیخوام برم کن دروغ بود. دشمن برم کن. همه حرفایی که بهت زدم دروغ نبود. آره جون همه حرفایی که بهت زدم 50% درسته که اونم اینه که دوست دارم. فقط ویرا مال من نیست. میبینی عزیز دلم همه دیگه دارن میرن. من و تو تنهای تنها شدیم. آره تنهای تنها. عزیزم دیگه هیچ کس مزاحممون نمیشه. من بی تو هیچم. من پوچم. یک تا خیلی ممنون. خیلی متشکرم ازتون. ببخشید زحمت دادید. هر وقت خواستین تشریف بیارین قبلا یه تلفنم به من بزنین. خودتون بیاین با دخترها چند روز استراحت بکنین. خب عزیزم حالا اگه دلت میخواد میتونی بریم تو عشق تو به من ثابت کنی. خوش شد بریم ببینیم چه بلایی سرش اومده. خوش شد خانم چیزی نشده. آروم باش چیزی نیست. اردالا بذاره شما شده زخانم تو ماشین. خودم میذارم تو ماشین. داره حد ماشین. خیلی خب ولش کن بیا کنار. ببین اردالا یه بیکت و کارتو چه کارایی دفت من میگیا. بردام تو داره حد ماشین. من میگه تونش بیمارستان چیزی نشده بچه ناراحت نباشی. شد بری چیزی نشده ناراحت نباشی. GL Print ابتکاری دیگر از کمپانی گولد لاین. GL Print طراحی تا چاپ از طریق اینترنت بدون نیاز به دانش گرافیک. در دنیای پرتحرک امروز سرعت، کیفیت و سرویس عامل اصلی موفقیت است. بیزینس کارت شما معرف شخصیت کاری شماست. برای چاپ بیزینس کارت خود کافی است به سایت www.glprint.com وارد شوید، نوع شغل و فعالیت حرفه‌ای خود را برگزینید، سپس طرح مورد علاقه خود را از میان صدها نمونه موجود انتخاب کنید و در آخرین مرحله مشخصات خود را در جدول مخصوص وارد کرده چاپ و ارسال آن را به ما بسپارید. در عرض 24 ساعت بیزینس کارت شما را جهت ارسال به منزل و یا محل کار شما آماده خواهیم نمود. در اولین فرصت وارد سایت www.glprint.com شده و از سرویس ها و هدایای بی نظیر آن استفاده کنید. 125 عدد بیزینس کارت تمام رنگی به صورت رایگان به عنوان هدیه افتتاحیه دریافت نمایید. با گولد لاین تکنولوژی فردا را امروز تجربه کنید. عاشق انترتینمنت با افتخار تقدیم می‌کند. عاشق باشی شهرام صورتی عاشق باشی آلبومی استثنایی با صدای همیشه ماندگار شاهگل موسیقی پاپ ایران شهرام صورتی. MGM Records قسم از همکنون در سراسر بخش از کمپانی آوینگ. رمز و راز زندگی را با زیبایی رنگ ها به خانه و محل کارتان دعوت کنید. جیو دیزاین طراحی و دکوراسیون داخل و خارج ساختمان، رنگ آمیزی
سازی مدرن، کلاسیک و انواه نقاشی های تزئینی. پرده با جدیدترین استایل های روز، اینترتینمنت سنتر کاستوم و نصب انواع سیستم صوتی و تصویری، کابینت آشپزخانه، هاردبود، سنگ و کارپت. جیو دیزاین با جدیدترین پدیده های رنگ جلوه تازه به زندگی شما می بخشد. جیو دیزاین. برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 310-467-6818 یا 310-228-0950 تماس حاصل فرمایید. ببین عبدالله بی کس و کارتو چه کارایی دفت من میدیا چیزی نشده بچه ناراحت نباشی شاید بگه همون چی بسرد تو گوشش چیزی نشده ناراحت نباشی چیزی فقط افتاده دستش شکسته ناراحت نباشی خودم برا تو قصه میکم خودم برا تو للایی میکم خودم قربون همه تو میرم بیچنو بیچنو خانم دستتون رو بی هیچ باش تکون ندیم باشه مرسی خانم هیچ ناراحت نباشین الحمدلله چیزی نیست تموم شد و رفت زود خوب میشین سپردم همه جوره مواظبتون باشن حالا اگه اجازه بدین ما مرخص میشیم متشکرم خیلی ممنونم فقط یه خواهش دیگه هم ازتون دارم چیز؟ این یکی دو روزم که من اینجام ازتون تمنا میکنم مواظب این چهار تا دختر باشین اونا بچه های چشم و گوش بسته هستن احتیاج به سرپرست دارن میدونین که خودتون خیالتون راحت باشه خانم خودم این شیر بالا سرشون هستم من خودم هم مواظبشون هستم هیچ ناراحت نباشی مرسی خانم چون خیالم راحت خیالتون کاملا راحت باشه خدافظ از بابت دخترام خیالتون راحت راحت باشه بریم جون هتل کو وینس مینا حالا اصلا دختر اومدن اینجا آره خودشون نشونی آره اینجا نداره یه دقیقه دیگه معلوم میشه وای میسی آره اومدن همه چی جفت جور هست آره بده من لبو بده نفهمیدم آشمانیه اینجا واسه مریضیه اینا کیان؟ این آقایون با شما کار دارن با من؟ بله من این آقایون من اشتفهم بی خودی آمدن اینجا شما کنی این جهتر پشتی هم باشه گوش کنم سجیم تم باشیم برو باشه برو 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 نه بابا شما چه غزه خنگی هر چی اشاره میذارم نمیفهمی ببین همین جنگل پشتی من شیشه رو چرا بابا بزنم بزن من باشم ببین الان منم میام ببین بوتا سواش نه باشی ما کی یاد نمیاد ببین منم یا نه بده خوش باشی بوتا سگی باش بی تدرمات ما 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 تو خیلی ازش خوشم اومدی خدا عمرش زیاد کنه یه کاملا آماده باشین وقتی که آمد حمله گازنبوری رو شروع بکنیم با سوت ضربه کلکشو بکنیم خیالتون راحت باشه یه وایسا ببینم آقا با زردستتون برده بابا گولی به جماله ببینم سلام به خدا اینم علیک من با تو دعوا ندارم من آمدم دست نامزد منو بگیرم ببرم تهران من با اون عروسی بکنم عینکتم ور ندار خیال میکنی من از تو میترسم یا بی عینک تصمیم گرفتی با من بجنگی جلو نیا با تو بگویم نه خواهی منظور از این حرفا چیه منظور من اینه که جلو نیا با مرگ تو دعوا کوچیکه من قتله بزنی چرا وایسادین تموم شد بریم عزیزم عشق رو بهم ثابت کن که طاقت ندارم خوش شب عزیزم شب نبا ولش کن همین الان به مرگ تو
شما ها کتای کردین خاک بر سرتون کنم. نه 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 ماشالله کو اون بالا است. بالا عزیزم خوشت اومد؟ آره آره خیلی خوشم اومد. خوب عیزه دلم حالا بریم عشقت به من صحبه چشم عزیزم. اینا همون دختر ها؟ آره خودشونم. اینا که چش و گوش بسته بود ها؟ نمیخوام همی پسر از کجا اومدن بیجی بینم. باشا برش کن پیداست کن برش کن برش تو هم هیچ چه مسخره بازیه. باشا سنگ نگول خجالت نمی کشید زباحت داره خالت و شما رو دست من سپرده. یارو کیه؟ این آقای یکتا صاحب هتل نه صاحب ویلاست. شما ها عوض اینکه لباس شنو پوشیدین برید تو دریای مامانی ورزش بکنین تفریه سالم بکنین اومدین با این چند تا نرخه اینجا دراز کشیدین قباحت داره. من نمیفهمم این نرخه رو شما یه دفعه از کجا پیدا کردین. خوش به حال پدر مادراتون کلاشون یه ذره بالاتر حیا رو خوردن آبرو رو قی کردن. ما که نظر بدی نداشتیم فقط داشتیم همدیگه رو میبوسیدیم. آقا غلط میکردین میبوسیدین. ما تا سن 22 سالگی اصلا نمیدونستم بوسه چی هست. بوسمانو بعد از ازدواجه بوسیدن بعد از ازدواجی دارم. با آقا دوره شما دیگه گذشته. تو این دوره جوونا اول با هم معاشرت میکنن اگه از هم خوششون اومد بعدن عروسی میکنن. ده همین غلطه. اینجا که اروپا و آمریکا نیست شما از تمتون همین یاد گرفتین اول معاشرت بعد ازدواج. اما دخترها بذارین یه چیزی رو حالیتون بکنم اگه مردی با زنی نزدیک بشه و بهش اجازه بده هر کاری دلش میخواد بکنه دیگه از ازدواج خبری نیست. بله راست میگن مردا فقط همینو از ما میخوان. خیلی خوشحالم که زودتر فهمیدم آقای یکتا. نظر خود شما همین بود مگه نه؟ همچین که فهمیدی من دوستت دارم و دارم دنبالت میام دیگه صحبت ازدواج به کلی فراموش شد. خیلی ممنونم خوب شد زودتر فهمیدم. خدافظ. نازی در مورد من اشتباه میکنی دختر صاحب کار کارت دارم. نازی با پدر خواهتون لعنت نماش داخل شما لاتلوتا. آدم یه روز دنیا میاد یه روزم از دنیا میرد کسی که عاشق نباشد تنها میرد تنها میاد. سلام بر ایش سلام بر ایش انش انش چی رای انرژی بودم تو پدر من دارم اون زله ترک کردی چی بودم؟ کیسر شل کن تا وسط بگم اله کیسر کیسر شل بکن چرا؟ ببین آقا و نازی رو دعوا انداختن واسه اینکه خیال داشتن عروسی بکنن و واسه همیشه اینجا بمونن. من اونم حالا میتونی راحت نازی رو ورش داری ببرش درونا و باش عروسی بکنی. الهی که قربان تو کنم من میری همین سر پیچ خیابون تونکابان شماره 14 به رفیقم گفتم آقا و دفتر دستک و همه چیزو حاضر بکنه بری آقا نشسته عقدت میکنه. من که دارم میمیرم عبدالله جان تو یه کاری بکن فقط این نازی جان با عقد قانونی من در بیار. با ارواح خاک پدر مرحوم من اینقدر به تو انرژی بدم پای پیاده ها از اینجا از کوه دریا بگذری یه راست بری اقیانوس منجمد آفریقای شمالی. حالا زود باش انرژی رو رفتون دیگه کاری نباشه به جون تو اگه دیر برسی ها همونجور که ششتدم همونجور یه قدم هم به تو میدم. این بر اون بر چرا میری باید این بر اون بر نداره تو وظیفت دادن انرژی. اینه بگیر نمونه وقتی عقد کردم بقیشم به تو میدم. عبدالله کجایی؟ عبدالله بله قربان ماشین برای من خبر کردم. بله خانم همی علاست تعمی از سهمی ها روشی بشون آقا من سامانی عزیزم از برای شیطون بیا تو اینا منظورم تو نبودی والا منظورم تو نبودی. چرا اتفاقا منظورتو خیلی خوب فهمیدم میگم من با تو ازدواج میکنم نیستم. خانم تو اونچه که من میدونم آقا به شما خیلی علاق مندن. مگه من به تو نگفتم یه ماشین میخوام؟ عزیز جون میادش عزیز دلم بیا بریم تو. من به خداوندی خدا منظوری نداشتم. من تو رو نگفتم خودت هم اینو میدونی. الانم هم همینجا میمونیم با هم عروسی میکنیم تا آخر عمر اونم همینجا هستیم. منم عشقمو به تو ثابت میکنم تا آخر عمر شیم میکنم همینجا بمونم. بیا 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 بی
که تو پیدا شد. دلم لحظه فارت کنم. من میخوایی لده برد کنی بابا. من میخوایی لده برد کنی بابا. دختر هم شاهد تو. ناشر خیلی من به اون بگو. عجب که دختره ما. خوست دختر حالی دمیشه. آقا جن دختر برای من میمیره خاطر. خیلی من آمده ببرم. شد تا کور شده در اون که در من نشی. ناقصت نکردم. شیر پنه بزنی برو جهانم برو برو هر جهانم داره میخوای بری میرم و چی میکنم آقا بده کی پیشو ندارم دیگه من میدونم تو کجا داری ولی آقاتو منو نداری به درد همین مارسی که میخوری برو یا تو باشی حرکت کن میری یالا این ماشی رو از بیرم که میزده یالا دیگه هره دردت چرکی که بابا طرف یا بیرونششون کردم آقا این از اولششم به درد شما نمیخورد به دردتون نمیخورد آقا چرا رب آمش تختیر تو چرا گذاشتی بره بر چرا گذاشتی بزنه پنچرش کردم جا پلاستیکا پنچره من نداره قربان فقط دو ساعت به من مولد بدیم من خودم همینه درستش دو ساعت میخوایید بچه بله دو ساعت پنچریم بله قربان دو ساعت شما به من مولد بدیم من همینه درستش دو ساعتی از پنچره گرفته کار داره احمقه بیشون از برسه آقای نوتری چرایه چی به داده بابا رو ساخت آقا آقا قربونه برم یه ساعت این ماشین تو به ما کرایه بده هزار ببینم بیا اینم هزارش نه میرم و جنگی بر میگردم من یک تا ویلام همین پشته همه منو میشناسن باشه موری باشه تو برات میارم قربونه دست برم نرفته برگشتم سلامه مرحبا سیا بابا شو را میارم چی بود هزار به ما عادت ماشین رو برداشت و رفت بریم در یه ماشین دیگه هزار دیگه کاتب شید ای آقا اون چه بود ماشین منو برداشت بود من ای بابا برو دنباله حوار ای داد بیدار ای همین از ماشین رو دازیدم سرکا ناجرت ماشین رو دازیدم اون یارو برشتش بالش از اونوری رفت آره قربون شما آقا مارو که اون بالا بره تو آقا خواهش میکنم اگه ممکنه اون ماشین رو تغییر کنه آره ناجرت جان الهی که من قربان اون دهن تو برم کنده بر نرسیده تو رو میخورم با خدا جان چقدر نازی گوری چی جیاد دان دست جیاد دسته اگه مردی بیا جلو باشو بیا پایی نازی نمزده من دست نزم یه این کنم باشو بیا پایی قرمونه برم بیا من گلابی شو من نمیخوام با تو ازدواج کنم من نمیخوام با تو ازدواج کنم تو رو میکشم داغوره میکنم من نمیخوشی پوشت تکی کنم با خودم چی کارش داری من که با تو کاری ندارم کاری نکن دست کنم بلم بکنم فهمیده چی کارش داری بله من اونو دوستش دارم بله تو جواب بده من دارم از این میپرسم احمق بیشون تو باش کنم به تو چه؟ اون تقصیر نداره من خودم میخوام باهاش برم اون منه میخواد تو چی میخواد؟ باشه تو باهاش برو زن این مرد چه الدنگ بی ارزه باشه و من حساب جفتتونو میرسم چی کاری هستن چی کاری تو بیزه برمی؟ میخوشمه میخوشمه تو همین آقا سرکاری این دوزده ماشین آقا این ماشین سگه سالم دست صاحبش من که نمیستم ماشین مال این آقا یه مردی دم ماشین مال سده به همه اجازه داشت از خودم که باید تو باید تو باید تو باید آقا شلوغش نکن یه دقیقه شلوغش نکن من خسارت ماشین شما را افتیاد بریم سر و سر و آقا بریم سر و 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 سامشو قسم برسه فقط پولیس به درد تو رسید فهمیدی یا نه اگه مردی برکت مردی بیادی ده بیا بابا اومدی جانم به قربانت ولی اینجور چرا؟ بسته بسته مثلا خیلی منو مرز نمونه یه دفعه بیمارستان نیمدی ببینی مردم زندم بابا ببین اینا میدونم عزیز دلم تو که وضع منو میدونی من باز اینجا به هر ترتیب شده پول گیر بیارم که بتونم با تو عروسی بکنم دیگه نمیخوام عروسی کنی اون آقای یکتا کجا؟
مرد یعنی اون. همه ی پولای مریض خونه منو اون حساب کرد. میخوام ازش تشکر کنم. اون نیستش عزیزم، اون دیگه رفتش. دیگه من موندم و تو بیا دیگه سب کن تلفن. الو الو، اینجا کلانتریه، من افسر نگهبان هستم. اونجا ویلای آقای یکتاست؟ ویلای یکتا؟ نه قربان، خلاف برتتون رسوندم. هر کی گفته دروغ گفته، اینجا ویلای یکتا نیست. دروغ گفته؟ میگن اونجا ویلای شما نیست. بگو من ببینم. بیل کن گوشی رو، میخوام ازش تشکر کنم. سلام. سلام زری خانم، شما این حالتون چطوره؟ یه سوء تفاهم شده، من اومدم کلانتری. به عبدالله بگیم بیاد کلانتری، اینجا منو نمیشناسن. آقا یک جا براتون اتفاقی افتاده. ما الان میاییم اونجا. خیلی ممنون زری خانم، زودتر بیاین. زود باش بریم. آخه واسه چی بیام؟ من که کاله ای نیستم. آخرش تو ما رو تو دردسر میندازی. درسته که من تو این کارا کار کشتم. نازی از دوری شما خیلی ناراحته. اون به من گفته چقدر شما رو دوست داره. اصلا اون لیاقت این همه محبت رو نداره. اون زن بی عاطفه و ابدل وقتیه. من میخواستم عقدش کنم، ببرمش یه سال دور دنیا بگردونمش. ولی حالا خودم یه سال میرم تو ویلا میمونم که دیگه رنگ هیچ زنی رو نبینم. آقا آقا، شما میخوای یه سال داری تو ویلاتون بمونی؟ نمیخوای بری دور دنیا رو بگردی؟ تو چه مربوطه؟ هر کاری دلم بخواد میکنم. آقا جون، منظورم اینه که نازی خانمو برداری برین دور دنیا بگردی. اگه شما با اون عروسی نکنین، اونا نبرین اروپا، اون خودشو میک کشه. مگه نظری خانم جون؟ بله ناراحت. خودشو میکشه. بله آقا، خودشو میکشه. آقا قربونت برم، اگه شما با اون ازدواج نکنین، اون خودشو میکشه. الان هم رفته یه گوشه‌ای با مرگ موش خودشو نابود بکنه. اگه به دادش نرسی خودشو میکشه. آقا چه میدونم الان کجا؟ من میدونم دادش داره گریه میکنه. عزیز جان، چرا با اون خدا قسم گیری؟ آقا جان، هنوز به عقد شرعی شما در نیامده. یلا آقا جان، معطل نکن همه خطبه عقد با هم بخونن. نمیشه آقا جان من. چطور؟ یعنی باید تک تک بخونن؟ نمیشه، مطابق قانون شهر خطبه عقد باید سه بار تکرار شود. آقا جان، این تا الان چندین بار از پای صوفی عقد فرار کرد. قربان تو برم. ولی این بار دیگر فرار نمی کنه. اگه فرار کنم من یقین تو رو بگیرم اینجا. ها عجب آدمی هستی. بسیار خوب خانم نازی تلاچی، آیا حاضرید به دایی وکالت بدهید در مقابل 500,000 تومان پول نقد و یک جلد کلام الله مجید شما را به عقد دائمی آقای ماشاءالله بله 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 بازم تکرار میکنم. من شوهر اینم گفت بله تو من زمین بیشه دوزخی اگه گرفتاری شدیم. دو بار دیگر مانده. اگر گوزش فرار کرده من تو رو به عقد خودم در میارم. حالا بگویم من به تو، من دیوانه آدم. آیا حاضرین به دایی وکالت بدهید در مقابل 500,000 تومان پول نقد و یک جلد کلام الله مجید شما را به عقد دائمی آقای ماشاءالله شاطرزاده در بیاورم؟ آقا جان، تو رو اربای پدر تو اون سومیشم بخوان قل قضیه رو بکن، خیال منم راحت کن، میذاره فرار میکنه. ده با مرگ تو اگه فرار بکنه من میدنم با تو، یقین تو رو میگیرم ولتم نمیکنم. آیا حاضری در مقابل 500,000 تومان مهریه و یک جلد کلام الله مجید شما را به عقد دائمی آقای شاطرزاده در بیاورم؟ که عزیزم بگو بله ده. بگو این جان بی صاحب منو گرفتی، پدر منو حفلت در آوردی، قال قضیه رو بکن، جان ما رو راحت کن. گو بله. نه من که چیزی نشنیدم. چی چی رو شنیدی؟ چی رو شنیدی اصلا عزیز دل من؟ من خواهی بنده چیست؟ برای که چی رو تا یه خدایی کنم؟ چی رو به آدم بدبخت بیم؟ یه تیبم زغیرم چقدر این مردی که گفتم سوچه با هم بخوان. وای آقا جون آوردمش، آقا جون آوردمش، هلاهاش عروست رو با تاتون آوردمش. داد برات قسم، آیه خوردم دوست دارم، باور نکردی تا سر منو دور دیدی نشستی سر سفره عقد یه نفر دیگه. ما با تمام وجود تو رو دوست داشتم اما تو لیاقتشو نداشتی. توف مزاد آقا، لیاقتشو نداشتی. آقا با خدا دوست دارم، فقط شما رو دوست داره. آقا یه اولین باری که من تو زندگی دارم قصد بگم. آقا همیشه اون رو ببرد و به لستم از شارو مادشون اون ریخزه تو ببره اون شوهر از دستم رفت. الان میره ترو یه هفته دیگه هم بر میگرده. سفر لا بستم سگیری کارتا میکنم. یفک بک من گی با تو گفتم یک بار بخن دو بار بخن، تو پره کردی تو یک کفش گفتی دستور شره باید سه بار بخنم. حالا نتیجه شره دیدی؟ بنده به وظیفه خود عمل کردم. حالا حق حیف من از این قبایی تو خجالت میکشم، وگرنه همینجا با مرگ تو رو دراز میکردم. فهمیدی یا نه؟
برو خدا رو شکر کن که من به این زودی ها ناامید نمیشم، فهمیدی یا نه؟ چون مرحوم بزرگوار پدر بنده میفرمودن که پسر همیشه ببین عاقبت گرجی میشه. سرکم من شاکم کشو واسه برم بفرمایی خدا عمرت بده دیگه سرمو چه چوری بلند کنه سرکم دفتر کدوم برم خدا ازدت بده آب روزم خدا خدا بخاشی به سرم بکنم بیا تو که امیدوارا بی خوهرم شدم و این بلا سرم نمیومد بیا تو بیا جناب سرما اگه به دادم نرسی من آدم میکشم هم خودمو میکشم همین خوهرمو میکشم چی شده؟ شده بدبخ شده بیا برو شده وضعیت خانوادگی من دستم را اینقدر بی خودی داد و بیداد نکن اصل مطلب رو بگو ببینم چه اتفاقی افتاده اصل مطلب یه مرد بی آبرو و بی وجدانی خواهر من رو گول زده و بدبختش کرده قرار بود عقدش کنه اون وقت سر سفره عقد اون یکی خواهرم هم کتک زده دستش ششی کنده گذاشتش دشته رفته داد نزن پسر بگو ببینم کجا رفته من بگم بیارنه رفت سمت ترو الانم تو رای ترون با یه ماشین رنج روبر شیری شماره شم 17332 الانم تو جاده است اسمش هم آقای یک دو الو فوراً به پاسگاه های بین راه اطلاع بدین یک رنج روبر شیری رنگ به شماره 17332 که به سمت تهران در حرکته برگردونن بیارنش اینجا بری تو راه رو صبر کنی تا بیارنش خدا عمرت بده جناب سرما خدا بچه ها تو نگه داره زلیل مرده یا برو تو راه رو شکایت کردن چیه باز چه اتفاقی افتاده این مسخره بازی چیه هیچی آقا هیچی هیچی من از این شکایت کردم شکایت کردم برای چی برای اینکه دوستم نداری اما من دوستم با تو دوستش داره راست میگی بگو ببینم برای خاطر فولان دوستم داری یا برای خاطر خودم معلومه برای خاطر خوده اینو باید بهم ثابت بکنی بهت هنو ثابت نشدی نه نمیخواد ثابت کنی فقط باید به من قول بدی یه سال بریم دور دنیا بیجردیم ولی تا از دست مادرت این بس بس باش دو موضوع خود بخون هرچی شو ما شکایتمو صرف نظر کرد بخون میدم این کلکو تو جور کردی؟ نه قربان شو خودشون این کلکو جور کردم من دخالتی نداشتم حرف نزن چشم جناب سرما خیلی متشکرم موضوع خود به خود حل شده قربون شما برم بله جناب سرما عزیزم همین الان میرم عقدت میکنم بعدم میای یه سفر دور بله جناب سرما خودتون پرونده رو یه جوری درست کنید قربون شما قربون شما خب بریم عزیزم اینا تا از مسافرت دور دنیا بیانا من اینقدر از اون هتل پول درآرم که تا آخر عمرمون راحت باشی اصلا دو تا هتل بغل دستش میسازم بزن سلام سلام علیکم سلام چکرم مخلص شما اتاق برای همه تون هست دوش داره همه به چکرم نوکرم قربون شما سلام خانم سلام چکرم قربون شما حال نزنی اتاق برای همه تون هست همه تون اتاق میدم اتاق میخوان این دو چم دومار شما چم دونه شما بذار تو اتاق شما رو جارده شناسم هاشون هم نگاه کن چه زن شوهر باشن متاسفانه اتاق برای عزب اقلیان نداری مگه دم در نخوندی که یه هتل خانوادگی پلاشو بتونه خانوادگی نه جونه متاسفم ولی به شیر فکر اصاب میکنم برای شما دیگه جا ندارم مرد که داره چی کار میکنه اینا چی هست تو ویلای ما شما شما اینجا مگه مسافر خونه ایش آقا با خودم بمشیم اینجا که بمیخون بخانم جایی جایی قایم چرا اوکر ایزا کن مرسی که یه اتوبوس مسافر آورده اینجا فریبا خواهی کارو نمیخونم شما اینو بمیخون یاد رمشی برین پای کارتون این کاری شد اینجا مسافر خونه نیست یالا جمع کنیم از خودتون برین پای کارتون یالا خلاص تا کنیم بری بیرون بری بیرون از اینجا یالا هری وقتا نکنیم آقایون اینجا ویلای شخصی منه هتل نیست چی فهمین این مردی که یه عقباز به شما دروغ گفته مردی که بعد فرمه من بازی خود من تفسیر ندارم چی داره تو خود ای داده بیجا سرم رفت خونه پدر بیدا هزار دینا چی چی رو هزار دینا درش که حاجی خواهد چی میگی منه زن عقیه منه چی چی رو سیغه هزار دینا داری با پکارتون این زن منه زن شرعیه منه یعنی که سیغه
شدم. عزیزم میگم بهتره اینجا رو ببخشیم به عبدالله و بریم. من که بمونیم خودمونم اشاره میده. برو بریم. بس سلام آقا شالله قربونت برم. یه خود انرژ بده. یه خود انرژ بده تا بهت بگم. من دیگه پایی به تو بیفدر نمیخورم. این هم از من پول گرفتی. یه قدم برای من بره نشون. بابا یه خیلی منو تو باید سر کیسه رو شل کنی تا رای کارو نشونت بدم. یه دینار دیگه نمیدم. میخوای نشون بدی میخوای نگه. پس انرژ نمیدی نه؟ حالا که اینطوره بذار بهت بگم و دلشون آبالی رو بسوزونم که خانم آقا الان رفت از سوار هواپیما به شن و برن دار دنیا رو بگردن. دیگه هم نمیان. حالا بگو ببینم چی کار میخوای بکنی؟ همه کار. من هنوز امیدوارم. اون بر میگرده چون عاشق منه. ما پدر بزرگوار بنده فرمودن پسر جان همیشه صبر کن ببین. عاقبت کار چی میشه برن. GL IP فون عرضه جدید از کمپانی گولد لاین. GL IP فون ثمره 12 سال تلاش و تحقیق در عرصه تکنولوژی. با داشتن یک خط سریع اینترنت می توانید از سرویس GL IP فون در هر کجای دنیا که هستید بهره